قرآن کریم در سوره مبارکه زخرف آیه 44 به صورت صریح می‌فرماید که انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون. قرآن ذکر است برای تو و قوم تو، به این زودی از شما سوال خواهد شد. اگرچه بعضی از مفسرین فکر کردن که منظور سوال در روز قیامته، من یک آمار بگم جناب آقای موسوی، 65 روایت ذیل آیه آمده منظور از ذکر قرآن، اهل ذکر همون قوم هم خانواده پیغمبر هست. میگه از شما سوال خواهد شد از پیغمبر و اهل اهلش. ببین ذکر لک ذکریست برای تو و لقومک. این قوم کیه؟ و سوف تسألون، به این زودی از شما سوال خواهد شد. این ظاهر آیه است، باطنش ما دست نزنیم تا اخبار بگه. 65 روایت که حداقل 10 روایت از اونها جزء صحاح اهل بیت فرمودن، میگه ذکر است قرآن برای تو و برای قوم تو. قوم کیه؟ نزدیکتر ذل قربا. از قوم انسان چه کسی به انسان نزدیکتر قدر متیقنه؟ یک نفر قوم قبیله داره، چه کسانی فاز اول مدار اوله؟ همون فرزندان. بله، کسانی که مثل ارث دیگه. بله، اونه. بله. در ارث رتبه اوله. خب این یک. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده ام الکتاب. این هم سوره مبارکه رعد آخر آیه است. بگو شاهد برای تو خدا و کسی که علم کتاب پیش اوست. کمی آرام صحبت کنم، اگر نقصی از شما کمکم کنید. آیه میگه کافیست ای پیغمبر شما دو نفر را داشته باشید. دو نفر را هم دارید، یکی خدا، یکی آن کسی که علم کتاب پیش اوست. پس همچنین آدمی در کره زمین هست. حالا دعوا نکنیم کیه ها. فعلا بله، یا اون چیزی که اصلا جای بحث نیست، قطعا در کره زمین کسی هست علم کتاب پیش اوست. این متن قرآنه. این دو. آیه سوم، افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد من. آن کسی که بینه از طرف خدا دارد، بغلش هم شاهد داره، قطعا آیه یک چیزش قابل اختلاف نیست، خود بینه هست، یکی که بینه هست. خب همه حالا فرض کنیم قرآنی هرچیه، بحث نکنیم، اما شاهدی هم بغلشه، یتلوه دنبالش هم شاهد داره. این شاهد غیر از قرآن کی هست؟ پس این ست آیه مخصوصا آیه وسط میگه کسی غیر از خدا علم کتاب پیش او هست، شاهد صداقت نبوت تو هست ای پیغمبر. یعنی کسی منهای خود وجود نازنین آقا رسول الله. بله. که میاد و با حضور خودش و با اون علمی که داره. بله. تصدیق پیغمبر میکنه. بسیار خوب. پس یک چیز اینجا جای مناقشه نیست، غیر از خدا انسانی هست. من دیگه به قرآن من گفته نمیشه، کسی که، کسی که یعنی انسانی. بله. هست پیش او ام الکتاب هست، مادر کتاب پیش اونه. بیایید دنبال این آقا بریم ببین چی هست. حالا نگیم علی ابن ابی طالب. تا این یک پله از بحث. پله دوم اینه، 21 آیه به صراحت به قرآن میگه ذکر. من همش آوردم، نمیخواد قرآن رو تعریف کرده به ذکر. بله، ذکر یعنی قرآن. صریحا قرآن میگه این هو الا ذکرون، این نیست مگر ذکر. خب این آیات 21 تاست. حالا آیات دیگر هم هست، ولی این که غیر قابل احسن صراحت داره.
آیات دیگر با تشابه و با کنایه اصطلاح صحبت. به اصطلاح پله دوم بحثم این است که قرآن خودش را به عنوان ذکر معرفی کرده. بسیار. چهار آیه هم در قرآن داریم به کتب انبیا و تورات ذکر گفته، اونها رو تعریف کرد. بله اونها هم ذکرن. نتیجتاً 21 آیه به قرآن میگه ذکر، 4 آیه به کتب یکی یا دو تا به تورات. آها، یعنی درصد تورات میگه ذکر، به کتب دیگر خب تورات رو مد نظر. احسن. حالا اینجا کمکمون کنید اگر دیدید بیان ناقصه. قرآن به صراحت فرموده واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از اهل ذکر. اگر ذکر مناش قرآن بشه چی میشه؟ واسألوا اهل القرآن. بله سلمن مستقیما خب، به آرسلان. ببینید من اینجا اشتباه کردم یا درست دیگه؟ نخیر، تا اینجا که درست آمدیم، یعنی جای مناقشه نیست، تا اینجا مسلم. قرآن گفته ذکر، اگر قرآنه ام الکتاب هم یک انسان است، بغل پیغمبر هست یا دنبال پیغمبر میاد، شاهد صدقه، تصدیق میکنه. این یک نفر کی هست؟ ام الکتاب پیش اونه. فعلا ما شیعه هستیم، سریعا علی علیه السلام را مطرح نکنیم، باید مسلمین پیدا کنن اینو. اجازه میدید فعلا بگم آقا علی بن ابی طالب فرزن علال فرض نیست، پس یک کسی هست یا نه؟ بله. بسم الله. کسی که علم الکتاب داره. بله. آقایان وهابیون به ما اون کسی که شاهد صدق پیغمبره در سوره هود آیه 17 و اینده ام الکتاب در سوره رعد، این آقا را به ما هست، اون صاحب کسی که در کنار مرکز علم کتاب ایشونه، علم الکتاب یا ام الکتاب. اینجا صراحتا میگه و من عنده ام الکتاب. ام الکتاب. بله. ام مادر، تمام بن و ریشه کتاب در اختیار. خب در رابطه با اگر اشتباه نکنم سوره قصص یا نمله، اونجا راجع به آصف ابن برخیا میگه من عنده علم من الکتاب. بله. بخشی از علم کتاب پیشش بود، از علم کتاب هم پیش او بوده، درصدیش. بله درصدی. اینجا میگه کسی که ام الکتاب. بله. پس یک آدمی در کره زمین قطعا طبق نص صریح قرآن هست، ام الکتاب، هسته مرکزی علم کتاب. بله. این رو آقایان وهابیون به بشر معرفی کنن، چون اونا فرضشون این است که این علی بن ابی طالب نیست. نیست. میدونه چیکار کردن؟ تمام ذکرهایی که مربوط به قرآنه گفتن مراد توراته، اهل ذکرم یهودی ها هستن، ام الکتاب هم عبدالله ابن سلام یهودی که هر هفته اگر 3 روز قرآن میخونده 4 روز چی میخونده؟ تورات. یعنی اومدن شأن نزول آیات رو به نحو خودشون و به طرف خودشون تغییر دادن. بله. حالا اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن که قضیه رو جدی بگیرید، فضای علمی را با عقلا هموار سازید، حرف ما را بزنید. اون چیه؟ لو اگر مردم محاسن لو علمو چی؟ محاسن کلامنا، محاسن کلامنا لتبع اونا. اگر مردم محاسن کلام ما را بدانن از ما چی؟ پیروی خواهد. خب حالا ببینید اهل بیت فرمودن خب پس علی بن ابی طالب نیست آن کسی که علم کتاب پیشونه. علی نیست آقایان مثلا وهابیون؟ نه علی نیست. یهودی ها هستند؟ بله. اون یهودی ها که تازه وانمود کردن مسلمان شدن. خیلی خوب، حالا باشه، فرضاً باشه، این آیه به ما جواب بگید کدوم آیه؟ آیه 113 سوره مبارکه نساء. آیه اینه و انزل الله علیک الکتاب والحکمه و علمک ما لم تعلم. ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک چی؟ عظیم. خداوند به تو قرآن نازل کرده، سنت حکمت نازل کرده و چیزی دیگر هم نازل کرده. اینجا باز کمک کنید و اگر در بیان من نقصی هست. کتاب یعنی قرآن، حکمت سنت،
یه چیز سومی میگه و علمک ما لم تکن تعلم، یک سلسله اطلاعاتی در اختیار تو قرار داده که تو خبر نداشت. یعنی قرآن پیش تو بود، سنت پیش تو بوده، ولی چیزهایی را نمیدانستی، ما یاد دادیم. معلوم از غیر از کتاب است و حکمت. این سوره نساء آیه 113.